اصلی نمیذاریم بکشن اینجا. همون هست که خوشم به تو دیوار. با سلام به شما همه عزیزان. چنانچه خبر دارید، جمهوری جنایتکار اسلامی صبح روز یک شنبه جمشید شارمت زندانی سیاسی رو اعدام کرد. خبر این قتل عمد حکومتی رو یک روز بعد از اجرای اون به اطلاع عموم رسوندن. جمشید شارمت در تابستان سال 1399 در کشور امارات ربوده شد و به ایران برده شد و در اونجا تحت انواع و اقسام شکنجه های جسمی روحی قرار گرفت و در سلول انفرادی ماهای مدید یا در سلول انفرادی به سر می بود. دادگاه فرمایشی برای او تشکیل دادن و کوهی از اتهامات بی پایا اساس رو به ایشون نسبت دادن. این زندانی سیاسی به دلیل اتهامات ناروایی که به اون نسبت دادن اعدام نشد. اعدام جمشید شارمت به این دلیل صورت گرفت که از جمهوری اسلامی انتقامی که نمیتونه بعد از حملات تلافی جویانه از اسرائیل بگیره از مردم ایران داره میگیره. اعدام جمشید شارمت به این خاطر صورت گرفت تا این حکومت ضعف و درماندگی خودش رو بپوشونه و بگه من هنوز قدرتمندم و کنترل اوضاع از دستم خارج نشده. به جمشید شارمت اتهامات نظیر همکاری با موساد و اسرائیل رو نسبت دادن تا به این ترتیب به خیال خودشون پیامی بدن به همه که ما داریم از مواضع خودمون و از اقتدار خودمون داریم حمایت میکنیم. اینها نشانه قدرت نمایی جمهوری اسلامی نیست. نشانه ضعف و درماندگی یک حکومتیه که خب معلومه یه عده زندانی، یه عده از زندانیان سیاسی رو در اسارت خودش داره و هر وقت که لازم باشه یک نفر رو بکش میده، میکشه، اعدام میکنه تا گلیم خودش از آب بکشه بیرون. این رویه جنایتکارانه جمهوری اسلامی همیشه بوده. این تلخی ها رو ما در طول 45-6 سال حکومت جمهوری اسلامی بارها تجربه کردیم. ولی با این تلخی ها به مبارزه خودمون ادامه دادیم. عزممون مصممتر شده که این حکومت وحشی و آدم کش رو هرچه زودتر به زیر بیاریم. برای ما کشتن و قتل عمد حکومتی جمشید شارمت فقط یک پیام داره. حکومت اعدام جمهوری اسلامی باید بره. این آدم کشی ها باید پایان بگیره و بساط اعدام و جنایت باید برای همیشه از جارو بشه و از ایران جمع بشه و به زباله‌دان تاریخ انداخته بشه. اینه جواب ما. جواب ما به حکومت تشدید مبارزه علیه اعدامه، تشدید مبارزه علیه جنگ افروزی حکومته، تشدید مبارزه علیه زندان و دستگیری و بازداشت فعالین اجتماعیه. این حکومت از ما میترسه و ما باید با اتحاد خودمون این ترس رو به کابوس وحشتناک برای این حکومت تبدیل بکنیم و با اعتراض و مبارزه خودمون این حکومت رو به زانو بکشیم. این قدرت رو ما داریم و تجربه ثابت کرده که ما میتونیم جمهوری اسلامی رو به شکست بکشونیم. انقلاب زن زندگی آزادی که از 1401 شروع شد سرآمد همچه حرکت عظیم مردمی برای به زیر کشیدن و جمهوری اسلامی بود. شعار مردم این بود ما همه با هم هستیم، نترسید نترسید چون ما همه با هم هستیم. همین پیام رو به جمهوری اسلامی میدیم. جامعه در حال مبارزه است. اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان، محکومین
به خانواده های محکوم به اعدام در خیابان ها جاری است و جمهوری اسلامی خواب راحتی نخواهد داشت. ما اعدام جنایتکارانه جمشید شارمهد رو به گسترش هرچی بیشتر مبارزات علیه جمهوری اسلامی و رژیم اعدام تبدیل خواهیم کرد. با خانواده جمشید شارمهد صمیمانه ابراز همدردی می کنیم و با غزاله شارمهد دختر خانم آقای شارمهد که واقعا قهرمانانه برای نجات پدرش در کنار سایر مخالفین اعدام جنگید و مبارزه کرد عمیقا ابراز همدردی می کنیم و او رو در آغوش می کشیم، نمی بخشیم و نه هرگز فراموش می کنیم. یاد جمشید شارمهد گرامی باد. رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که امروز جمشید شارمهد را اعدام کردند. جمشید شارمهد فعال سیاسی، ساکن آمریکا، در جریان یک سفر از طرف تروریست‌های اسلامی ربوده شد و چندین سال هست که در زندان و زیر شکنجه‌ها و آزار و اذیت فراوان. جمشید شارمهد 70 ساله در طول تمام این مدت نه امکان ارتباط با خانوادش را داشت و نه امکان داد جمهوری اسلامی که از سفارت فرزند دولت آلمان در جریان دادگاه‌های نمایشی که تشکیل داد و در نهایت هم حکم اعدام داد کسی بره و دخالت کنه و رسیدگی کنه به موقعیت جمشید شارمهد. بر علیه حکم اعدام آقای شارمهد در سراسر دنیا تظاهرات ها و اعتراضات بسیار گسترده‌ای در جریان بود. فرزندان و خانواده آقای شارمهد بر علیه این حکم اعدام فعالیت های زیادی کردند، به ویژه غزاله شارمهد دختر جمشید شارمهد. حکومت اسلامی ایران با اعدام جمشید شارمهد در حقیقت داره یک بار دیگه چنگ و دندان نشون میده علیه مردم ایران، علیه کسانی که سالهای سال اعلام کردن این حکومت رو نمیخوان و فریاد سرنگونی این حکومت رو سر دادند. در این حال در اوضاع و احوال کنونی که حکومت اسلامی ایران در سطح منطقه هم از طریق تروریست هایی که پرورش داده، از طریق پولایی که خرج کرده، میلیاردها پول مردم رو ریخته تو گلوی سازمان های تروریست اسلامی، الان میخواد دوباره با اعدام های گسترده، اعدام فعالین سیاسی و در این حال اعدام مردم عادی، جمهوری اسلامی ایران الان سعی میکنه که با تمام این سبعیت و وحشیگری مردمی رو ساکت کنه که در داخل ایران روزانه میرن تو خیابون و اعتراض میکنن و از حق خودشون دارن دفاع میکنن و میگن از جنگ افروزی دست بردار و به مشکلات ما رسیدگی کن. اعدام جمشید شارمهد واقعا یک اتفاق بسیار شوک‌آور برای همه ما بود، برای همه کسانی که سالهای سال برای نجات جمشید شارمهد به خیابون میریم، تظاهرات سازمان میدیم، اعتراض میکنیم و حکومت اسلامی ایران یک بار دیگه با این اعدام و اعلام سبعانه این که بدون اینکه به خانواده خبر بده حتی جمشید شارمهد را اعدام کرد، نشون داد که چه تروریست هایی در ایران حاکمن که با سبعیت و وحشیگری سالهای سال از 45 سال قبل تا اکنون کشتند و خانواده های زیادی را داغدار کردند. حکومت اسلامی ایران صدها هزار نفر را کشته. یک مسئله مهم در این میان این بود و این هست که جمشید شارمهد شهروند آمریکا و در این حال آلمان بود. یک بار دیگه همگان دیدند که دولت‌های مربوطه نه فقط عکس العمل خیلی جدی در مقابل این مسئله نشون ندادند، نه فقط به فراخوان و ندای خانواده و فعالین علیه اعدام پاسخ ندادند، بلکه همواره و همواره از پشت درهای بسته صحبت کردن با جمهوری اسلامی حرف زدند. و ما الان خواهیم دید مثلا دولت آلمان حتما فقط با دادن یک بیانیه چند خطی مشکل رو از سر خودش برخواهد داشت. همه مردم
با داغ و درد الان دارن میبینن و خانواده جمشید شارمرد که این حکومت ها، این دولت ها، این دولت آلمان یا دولت آمریکا را دارن میبینن که اصلا براشون کشتار مردم ایران اهمیتی نداره. روزانه همونطور که گفتم هر 4 ساعت یک بار داره یک نفر را اعدام میکنه و این دولت ها کماکان بر روی این ریل دارن حرکت میکنند که با جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت عادی نشست و برخاست کنن، باهاش رابطه داشته باشن و الان بعد از تمام اتفاقاتی که در منطقه افتاده یک بار دیگه میخوان آرامش کنند و با حکومت اسلامی ادامه بدند، یعنی به عنوان حکومتی که مثلا حکومت مردم ایرانه و میشه باهاش روابط اقتصادی و سیاسی حسنه داشت. من یک بار دیگه اولا تمام اعدام ها در ایران رو محکوم میکنم، کمیته بین المللی علیه اعدام محکوم میکنه اینکه جمهوری اسلامی ایران روزانه داره مردم زیادی، جوانای زیادی رو پای چوبه های دار میبره. ما به شدت محکوم میکنیم اعدام جمشید شارمحت رو و یک بار دیگه از دولت آلمان به ویژه، من چون ساکن آلمان هستم، میخوام از خانم آنالینا بربوک میخوام که یک توضیح جدی و اساسی راجع به این مسئله بده. آیا وقت اون نیست که سفارتخانه های جمهوری اسلامی رو ببندید؟ آیا وقت اون نیست که لبخند نزنید و دست دوستی ندید با این جانیان مردم ایران؟ آیا وقت این نیست وقتی یک شهروند شما را الان سبعانه و وحشیانه کشتن عکس العمل درخور به این مسئله نشون بدید؟ فقط میخوام آخر همین پیامم یک بار دیگه تأکید کنم. من در جریان کمپین 2010 برای نجات سکینه محمدی آشتیانی شاهد بودم که 2 خبرنگار آلمانی در ایران دستگیر شدند و شاهد بودم اون موقع به خاطر اینکه اون 2 خبرنگار آلمانی بودند دولت آلمان عکس العمل دیگه و عکس العمل جدیتری را نشون داد و در نهایت از هر راهی استفاده کرد، از هر امکانی استفاده کرد و اون 2 نفر را که ممکن بود حتی اعدام بشن از دست حکومت اسلامی نجات داد. و من در این حال همواره و همواره در طول این کمپین برای نجات جمشید شارمحت گفتم که سهل‌انگاری میکنه دولت آلمان، اصلا برخورد شبیه 2010 نیست و یک بار دیگه الان دارم میگم که در این حال دولت آلمان باید مسئولیت این فاجعه را به عهده بگیره و اعلام کنه که در مقابل این فاجعه که اتفاق افتاد چی کار میخواد بکنه. به نظر من کافیه دیگه عکس العمل این که بیاییم محکوم کنیم کلن مخالف اعدام هستیم و بعد از در دیگه روابط اقتصادی و سیاسی خودتون رو با این حکومت ادامه بدید. مرگ بر جمهوری اسلامی. دوستان عزیز، با سلام‌های گرم و صمیمانه به شما به برنامه نه به اعدام، برنامه از کمیته بین‌المللی علیه اعدام خیلی خوش آمدید. من حسن صالحی هستم و به اتفاق جمیل فرزان همکارم در بخش فنی برنامه رو به شما عرضه می‌کنیم. در برنامه این هفته گفتگویی داریم با شهلا دانشفر در مورد اعدام جمشید شارمرد و همینطور مسئله اعتراضات خانواده های محکومین به اعدام که از هفته پیش مجدداً شروع شده و قرار این هفته هم ادامه پیدا بکنه و همینطور اعتراضات مردم به فضای جنگی و تنش‌های نظامی که در جریان بوده اینها رو با هم دیگه مروری خواهیم کرد. ولی قبل از همه اینها با هم مروری داشته باشیم بر راه‌های تماس با کمیته بین‌المللی علیه اعدام، با ما باشیم. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه همونطور که قبلا به
اطلاع شما رساندیم با شهلا دانشور گفتگو داریم. شهلا دانشور، به این برنامه خیلی خوش آمدید. متشکرم خدمت شما و بینندگان گرامی، سلام دارم. شهلا دانشور، در ابتدای برنامه نوه اعدام ما به خبر اعدام جمشید شارمد، اعدام جنایتکارانش جمشید شارمد اشاره کردیم و صحبتهایی داشتیم در همین رابطه. قبل از اینکه وارد موضوعات دیگه این مصاحبه که از قبل تنظیم شده بود بشم، میخوام نظر شما رو، احساس شما رو در مورد اعدام جنایتکارانه جمشید شارمد بدونم. بفرمایید. بله، قبل از هر چیز تأسف خودم رو از این جنایتی که صورت گرفته و از قتل جمشید شارمد اعلام میکنم، تسلیت میکنم به خانوادش، به شما، کمیته بین المللی علیه اعدام و به همه فعالین دست اندرکاران کارزاری که برای نجات جان او کوشیدند. خب این مستقیما مربوط به اوضاع سیاسی که امروز تو جامعه هستیم. جمهوری اسلامی ضربه سنگینی خورده، سران نیروهای نیابتیش در منطقه ضربه خوردن، ضربه سنگین از اسرائیل خورد، مورد مسخره تمسخر مردم تو سطح جامعه قرار گرفته، مردم بی اعتراضات مردمی گسترده تر شده، علیه فقر، علیه جنگ افروزی های حکومت، علیه سرکوب، علیه اعدام، خود جنبش علیه اعدام و مبارزاتی که از خود اعتراضاتی که تو زندان است که حتما به اینا میپرده، مجموع اینا و جمهوری اسلامی به این شکل میخواست بالاخره یک جوابی به مردم بده، ولی روشنه که مردم جوابشون چی هست. مردم با گسترش اعتراضاتشون پاسخ همه اینا رو میدن و باید داد، و ما هم به سهم خودمون تو سطح بین المللی تلاش میکنیم صدای اعتراض مردم علیه اعدام باشیم و صدای خانواده جمشید شارمرد باشیم. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. احساس من احساس خانواده اونه، احساس من احساس شماست و خشم و اعتراض و اقدامات بیشتری که تو دستور ما قرار میگیره. بله همینطوره، حتما همینطوره. و یک بار دیگه من اینجا به خصوص به خانواده جمشید شارمد تسلیت میگم، به غزاله عزیز که واقعا برای نجات جان پدرش زحمات زیادی کشید در کنار همه مخالفین اعدام و سعی کرد این کیس پرونده پدرش رو جهانی بکنه، بشناسونه، تسلیت میگم. مبارزه ما بر علیه اعدام، علیه اعدام طبعا ادامه خواهد یافت و با قدرت هرچه بیشتر ما در میدان ظاهر خواهیم شد و جواب این اعدام ها رو خواهیم داد. شهلا دانشور، اجازه بدین به یک موضوع دیگه بپردازم، موضوع اعتراض خانواده های محکوم به اعدام که سه شنبه هفته گذشته اینها در مقابل مجلس جمع شدن و دست به اعتراض و حتی راهپیمایی زدن و الان هم صحبت بر سر اینه که این هفته هم میخواد ادامه پیدا بکنه. خانواده گفتن جمع میشیم و یه مدتی بود این اعتراضات نبود. خب بالاخره اتفاقاتی افتاد و این اعتراضات نبود، الان از نو شروع شده. و نکته جالبش هم اینه که روزای سه‌شنبه هر هفته صورت میگیره، روزایی که زندانیان در زندانهای مختلف ایران، قریب 23 زندان دست به اعتصاب قضا میزنن روزای سه‌شنبه علیه اعدام. میخواستم بگم ارزیابی و توضیحات شما چه اخباری داریم از این اعتراضات؟ بله، خب بد نیست در ادامه صحبت قبلی که داشتیم بگم که غزاله شارمرد در جلسات کارزار جهانی نوه اعدام همیشه میگفت مسئله من فقط پدرم نیست و یک عنصر معترض علیه اعدام ها و علیه این سیاست آدم ربایی جمهوری اسلامی و جنایات این چنینی هستش. من بار دیگه همدردی خودم رو با ایشون اعلام میکنم. اما سه‌شنبه های اعتراض و تجمع خانواده ها همزمان با این سه‌شنبه، این یک نقطه عطف در جنبش علیه اعدام در داخل ایران به ویژه، و به نظر من این تاثیر مستقیم کارزار جهانی نه به اعدام، روز جهانی نه به اعدام 10 اکتبر و کارزار آنلاینی
حمایت از سه‌شنبه های نوه اعدام بود که در سطح کشورهای مختلف تا به صورت اکسیون هایی بود و ما برنامه 24 ساعته آنلاینی رو داشتیم که از کانال جدید پخش شد و اتفاق بسیار مهمی بود، تاریخی بود و من فکر میکنم این یک اعتماد به نفس دیگه ای داد به این خانواده، یک قدرتی داد، یک انرژی داد، یک پشتیبانی داد و به همین دلیل بار دیگه ما شاهد به میدون اومدن خانواده هستیم که یک نیروی مهم تقویت کننده جنبش علیه اعدام هستند و جمهوری اسلامی این رو هم دیده که دست به این جنایت میزنه، میترسه، میدونه این نیرو این قدرت چقدر عظیمه. همطور که گفتید 23 زندان الان در اعتراض، زندان شیبان که یکی از زندان هایی هست که بیشترین اعدام ها باز درش صورت میگیره، الان 4 زندانی در زندان شیبان به انفرادی فرستاده شدن برای اجرای حکم اعدام و 2 نفر دیگه باز تو همین هفته بهشون اعلام شد که اونا هم در لیست اعدام هستن. اون وقت زندان شیبان آخرین باز زندانی بود که به این لیست اضافه شد، قبل از اون عراق اضافه شده بود و جمهوری اسلامی زندان ها رو میخواد و اعدام ها به زندان ها رو میخواد محل ارعاب و سرکوب قرار بده و زندان ها میشه مرکز اعتراض علیه سرکوب، زندان ها میشه مرکز اعتراض به اعدام ها و اون وقت میشه به یک پایه این اعتراض علیه اعدام تو داخل ایران زندان هاست، یه پای اون الان خانواده ها و همزمان با سه‌شنبه های نبه اعدامی که برای این هفته هم فراخوان دادن و یه پای اونم کف خیابانه، کارگران، بازنشستگان با شعاراشون که تونستن کاری کنن که حکم اعدام شریف محمدی لغو شد، کاری کنن که حکم اعدام توماج صالحی لغو شد و این یک بخشی از همون جدالی است که جامعه با این حکومت داره در تداوم انقلاب زن، زندگی، آزادی. به امروز مکان جنبش علیه اعدام رو باید این چنین بهش نگاه کرد. در ادامه این انقلاب ما سه‌شنبه های نه به اعدام داریم که داخل کشور این چنین خودش رو داره سازمان میده و خانواده هم یه نیروی مهمش هستن. همینطوره. شهر دانشگاه ورشی مرادی اشاره کردین شما هم از روز 10 اکتبر یعنی 19 مهر 1403 دست به اعتصاب قضای نامحدود زده و الان مدتی میگذره از این اعتصاب و حال ایشون هم بحرانی اعلام شده و یه شماری از فعالین سیاسی هم از ایشون خواستن که به این اعتصاب به خاطر سلامتی خودشون پایان بده. اخبار تازه تری دارید از وضعیت ورشی مرادی یا برام خواستم نظر شما رو در مورد این وقوع همچی حرکات اعتراضی در زندان ها هم بدونم. بله، من درود میگم به ورشی مرادی و شجاعت اون. ورشی مرادی که از همون زندانیانی هست که صدای اعتراضش هم باره علیه اعدام ها بلند بوده و کلن زندان زنان اوین نقش بسیار مهم و یک کانون داغ اعتراضات علیه اعدام ها بودن و هستند و در این حال نه فقط اعدام ها، فریاد رسای زن زندگی آزادی و فریاد دادخواهی علیه جنایت ها و اعدام ها وقتی که سران قوه قضاییه میخواستن زندان دیدار کنن دیدیم که چگونه شعار دادند و اونا رو مورد بازخواست قرار دادن و ورشی مرادی با این کارش، با این اعتصابش توجه ها رو جلب کرده و متاسفانه حالش خوب نیست، وضعیت جسمانیش وخیمه، به ویژه کسی که تو زندان هست، تو زندان جمهوری اسلامی و با حمایت های بسیار روبرو شده. بیش از 100 نفر از فعالین مدنی در حمایت از اون بیانیه دادن و خواستار پایان اعتصاب شدن ولی در این حال هم صدا شدن با اون. این حمایت ها فقط این نیست که اعتصاب را پایان بدهد، ارج گذاشتن به این اعتراض و اینکه اطمینان دادن به زندانی که ما هستیم، ما یک نیروییم و برای نجات جان تو میخوایم که اعتصاب را پایان بدی، ولی همه با هم دیگه علیه اعدام.
یا به طور مثال ماهیت دای شریفی رو داریم از وریشه مرادی که دقیقا با همین پیام، مادر دادخواه رامین حسین بنایی با همین پیام و با همین گفتمان از وریشه میخواد که به حساب خودش پایان بده. جدا از وریشه مرادی، ما اعتراض هورو نیکبخت رو داریم که زندانی سیاسی است و زندان اوین که نسبت به صدور احکام اعدام اعلام اعتراض کرده، گروه ایرایی نسبت به انتقال اون چهار زندانی به زندان انفرادی. و میخوام بگم هر کدوم از این چهره ها یه چهره تمام قد و شجاع علیه اعدام ها هستن. و حال ما حمایت پشتیبانی میکنیم از وریشه مرادی، اون باید فوراً آزاد بشه و ما هم صدا با دای شریفه و همه میخوام که اعتصابش رو پایان بده و همه با قدرت تمام جلوی این اعدام ها ایستادیم. خیلی هم ممنون. شهلا دانشور، خب جمعه گذشته، بامداد جمعه در واقع، اسرائیل همونطور که انتظار میرفت حملاتی رو تلافی جویانه خودش رو به جمهوری اسلامی کرد و اهداف چندین هدف نظامی مورد حمله قرار داد. خوشبختانه این عملیات تلفات از مردم عادی نداشت یا تلفاتش به شدت محدود بود. و میخواستم بگم حالا وارد بحث جنگ و تنش‌های نظامی و دلایل زمینه‌هاش و اینا نمیخوام من بشم تو این سوالی که میخوام مطرح بکنم، بحثم بیشتر اینه که واکنش اعتراضی مردم در رابطه با این تنش‌های نظامی چگونه بوده و چه تأثیری روی اعتراضات مردم داشته؟ ببینید این در واکنش به این مسئله وقتی به گفتگوها و مصاحبه‌های مردمی گوش میدیم میبینیم که دارن مردم میگن این موشک‌ها به سفره ما خورد، مردم دارن میگن که اینها مستقیما زندگی ما، کارگران ما رو داره به بازی میگیره و مردم شعارشون از هر گوشه این شعار بلنده، اون پرستار بازنشسته است تو کپ خیابان، کارگرانن تو مدیای اجتماعی، تو مصاحبه هاست، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، جنگ افروزی رها کن، فکر به حال ما کن. دادخواهان بیانیه میدن و میگن پاسخ دادخواهی پاسخ ما به جنگ افروزی هاست. پرستاران میگن با همین شعار میرن به فراخان برای اعتصابات سراسری خودشون در 17 آبان ماه. تو همین بلافاصله وقتی به عکس‌العمل جامعه نگاه میکنین شما با فراخان‌های زنجیره‌ای برای تجمع اعتراض روبرو میشید. فراخانی که از سوی بازنشستگان 1400 داده میشه که در دور اول حمله جمهوری اسلامی موشکاش به اسرائیل دیدیم که 10,000 نفر اونا جمع شدن در تهران و خواستاشون رو فریاد زدن. و الانم تو همین فاصله در تهران، در شیراز، در بهبهان تجمع داشتن. ما تجمعات بخش های مختلف بازنشستگان تامین اجتماعی رو داشتیم در کرمانشاه، در اهواز با فریاد جنگ افروزی را کن، فکر بهار ما کن، جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. شعارهای مردم داره نشون میده واکنششون چی است و همونجا معیشت منزلت حق مسلم ماست و شعارهاشون رو سر میدن. ما میبینیم در برابر جواب سرکوبگری های حکومت، جواب اعدام ها، جواب جنگ افروزی های حکومت و مردم دارن با گسترش اعتراضاتشون بر سر معیشت میدن. و این اعتراضات در کنار تجمعات خانواده های محکوم به اعدام، در کنار اعتراضات خیابانی زنان و بدون حجاب حضورشون در سطح جامعه، در کنار اعتراضات گسترده‌ای که در دانشگاه هاست که همین امروز ما شاهد فریاد زن زندگی آزادی در دانشگاه تهران بودیم و همه اینها پاسخ مردم به این شرایط و راه در این حال نشون میده که راه مردم همینه. برای نجات از این حکومت جنگ افروز، برای نجات از این حکومت سرکوبگر و جنایتکار، برای نجات از فقر و بردگی و توحش و آپارتاید جنسی و همه این کل حاکمیت، تنها راه مردم ادامه انقلاب و ادامه انقلاب یک رکن مهمش همین مبارزات جاری است و جنبش بر سر معیشت جنبش قدرتمند و یه پایه مهم جنبش سرنگونی امروز در ایرانه. و به همین دلیل فراخوان من پیوستن وسیع به این جنبش و گسترش این اعتراضات
و این هم در ایران تاثیرات مستقیم خودشون داره، هم در اوضاع منطقه. بسیار ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. متشکرم. خب دوستان عزیز، با شهلا دانشور صحبت میکردیم در رابطه با اعتراضات خانواده های محکوم به اعدام در مورد فضای اعتراضی در جامعه علیه جنگ و کشت و کشتار و اعدام ها. امیدوارم این گفتگو مورد پسندتون واقع شده باشه. به همین جا وقت برنامه این هفته نه به اعدام پایان میپذیره و تا هفته دیگه که مجددا برمیگردیم با برنامه تازه دیگه ای براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو میکنم. موفق باشید. کسی دیگه به برداشت من خودم بازی اون خوام برم ولی کسی دیگه نمیزنیم بکشنم.